منطقه کیه دورسا؟ تو که گفتی آدم حسابیه. به نظر من که هیچ مشکلی نداره. مشکلی نداره؟ پدر سوختگی داره از چشاش میریزه. این شکلک ها چیه رو دست و سر و صورتش؟ مامان من خالکوبی، امروز همه جوان ها خالکوبی دارن. نتونست یه دست کچلوار بپوشه برای خواستگاری بیا؟ کچلوار دیگه الان دموده شده واسه خواستگاری. مطمئن باش بابا راضی نمیشه به این ازدواج. مادرم ما با هم حرفامونو زدیم، قرار گذاشتیم دیگه نمیتونی زیر حرفت بزنی. تکلیفتو به خودت معلوم کن. میخوای من ازدواج کنم یا نه؟ قدیما رسم بود عروس تا چایی می آوردن موقع خواستگاری، الان موهیتو میارن. قدیما خیلی چیزا رسم بود، اما الان همه چی فرق کرده. دیگه همه چی شده تشریفات، حتی احترام بزرگترها. دختر و پسر خودشون می برن و می دوزن، ما می وسط مترسک سر جالیزیم. و اختیار دارید، شما بزرگوارید. درسته که این روزها یه مقداری متاسفانه مناسبات به هم ریخته، ولی به هر حال پدر و مادر جایگاه خودشونو دارن. بله. اگه امروز ما مزاحمتون شدیم، با رضایت و اجازه شما بوده. پگاه جون خیلی ازتون تعریف میکردن. اتفاقا من چند بار زنگ زدم که یه سلام مشورتی کنم، اما جواب ندادن. درسا میگه که خیلی این روزا سرشون شلوغه. بله، سرش خیلی شلوغه این روزا. منم چند روزه هی میخوام باهاش صحبت کنم، پیداش نمیکنم اصلا. ببخشید، پدر و مادر در قید حیات نیستن که تشریف نیاوردن؟ من فکرم دورسا همه چی به شما گفته. نه خیر، دورسا چیزی در رابطه با خانواده شما به ما نگفته. او خیلی کار بدی کرده. پدر که نه، ولی مادر زنده هستن. منتها ما خودمونم ارتباط خیلی زیادی باشون نداریم، یعنی سرشون خیلی شلوغه. نه 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 نه، اصلا هم سرشون شلوغ و این ماجرا نیست. من بعد از اینکه پدرم فوت میشه، مادرم ازدواج مجدد میکنه، ارتباط من ریحانه با ناپدریم کلن قطع، رابطه خوبی با هم دیگه نداریم، آبامون توی جوب نمیره. اینه که ایشون دنبال زندگیشونه، منم مدتیه که دارم مجردی زندگی میکنم. الان در خدمت شما هستیم، خانواده‌ای در کار نیست، همین دو نفرن. البته شما خودتون بهتر میدونید، الان انقدر آمار طلاق و ازدواج مجدد بالا رفته که دیگه ناپدری و نامادری اون مفهوم بد سابق رو دیگه نداره. بله واقعا. مال ما هم اون مفهوم بد سابق رو داره. متاسفانه ما از نسل قدیمیم و هنوزم عقایدمون قدیمیه. آخه. پدر جون، بچه‌ها که پدر مادرشون رو خودشون انتخاب نمی‌کنن. اون وقت تصمیم می‌گیرن طلاق بگیرن که به بچه‌ها ربطی نداره. آره راست میگه. اینو داره درست میگه. چون ما که اصلا مقصر نیستیم که. ببینم جوون، اون علامت چیه گوشه چشمت کشیدی؟ درسته، اینا رو که شب دارو مارو نمیخورم، خواب میوه اینو میزنم آف میشه. این دکمه روشن خاموشه دیگه، با مزه است. نه خیلی با نمکه. خیلی خیلی با مزه است. بله بزنی شما، بهتون میاد دیگه. چیز دیگه ای هم هست در خدمتتونم. به نظر جوون شجاعی میای. این دوره کمتر پسری پیدا میشه که تو مراسم خواستگاریش جربوزه و جنم حرف زدن داشته باشه. آره من دارم، جربوزه دارم. دختر من خواستگار زیاد داره، اما اونی که همسط و همسنگش باشه متاسفانه پیدا نکردیم. ببخشید که رو راست میگم، اما شما اون کسی نیستین که لیاقت دامادی منو داشته باشین. درسته، منتها چون انتخاب دخترم هستی، من مخالفتی با این ازدواج ندارم. خب مبارک باشه، دست در نکنه. هوشنگ جهان، من اصلا اهل چونه زدن سر مقدار مهریه و مخارج عقد و عروسی نیستم. نیست، اما فکر میکنم این رابطه احتیاج به آشنایی بیشتری داره. بیشتر با هم معاشرت کنید که اگر مشکلی پیش نیامد، یه قرار میذاریم، جلسه میذاریم، تصمیم نهایی رو اونجا میگیریم. ببخشید آقای حبیبی، اگه واقعا فکر میکنین که این رابطه هنوز احتیاج به شناخت داره و
ما هم قدر و هم سنگ شما نیستیم، پس بهتره که از حضورتون مرخص بشیم. بلند شو پیمان. ایوا ریحان جون، بابا که منظور بدی نداشتم، فقط می‌خواستم مطمئن شم که پیمان میتونه از پس زندگی بر بیاد یا نه. بش بخود بشین بشین. نه شوخی کرد دیگه، مزایی کردم. بشین بشین، یه میوه خیار چیزی بزن. رضا جان یه چیزی بزن. غرور داشته باش پیمان. بابا شما هم جمعه داشته باش، چیزی نگفته که. دست شما درو بفرمایید.